سلام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون تو این لحظه خوب بوده باشه و ساعت خوبی رو تا حالا سپری کرده باشید. من ودا ایلکا هستم از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و امروز برنامه‌مون رو در رابطه با اولین سالگرد اعدام شدن ریحانه جباری می‌خوایم صحبت کنیم. ریحانه جباری متولد 1366 هستند و در تیر ماه سال 1386 در سن 19 سالگی بودند که ایشون به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی 47 ساله بازداشت شدند و محکوم به اعدام شدند، که در واقع این اعدام شدنشون خب طبیعتاً مردم مثل همیشه و جامعه جهانی توی این قضیه بودن، اعتراض کردن و کمپین درست شده و خیلی توی این قضیه بودن که جلوی در واقع این اعدام رو بگیرن و این اعدام رو متوقف کنن، ولی متاسفانه ایشون در 3 آبان 1393 که در واقع 27 اکتبر 2015 میشه اعدام شدم. و اینکه در این برنامه ما میخواییم که در رابطه با این موضوع کلن بیشتر بتونیم صحبت کنیم و این بحث رو باز بکنیم که جریان به چه شکلی بوده، چرا به این شکل شده با این همه اعتراضات و کمپینی که در واقع داشتیم. و مهمان این برنامه ما زهرا لطفی از کمیته زندانیان سیاسی هستن که شرکت میکنن در این برنامه و در رابطه با این موضوع ما در واقع با ایشون سوالاتی داریم و صحبتهایی داریم که به سمع شما میرسونیم. زهرا لطفی، با عرض سلام و خوش آمد به شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ایلکای عزیز و به بینندگان این برنامه. بله، ببینید اولین سوال من در رابطه با موضوع با یه بیوگرافی خیلی کوچیک که من دادم، احتمالاً شما شاید بتونید کامل ترش بکنید، اینه که کلاً این خانم کی بود، جریان چی بود، به چه دلیلی اصلا به حکم اعدام در واقع محکوم شدن و اینکه چطور این قضیهش پیش رفته، چطور شد، به چه شکلی در واقع در رابطه با این کمپین که براشون اتفاق افتاد و اعتراضاتی که پیش اومده، اینها به چه شکلی در واقع پیش رفته. خواستم یه مقدار بیشتر اگه ممکنه توضیح بدین. بله، خب همونطوری که الان خب ریحانه یک فردی هستش که جهانی شد، یعنی بعد از این مسئله اعدام هم که برایشون اتفاق افتاد. خب ریحانه وقتی 19 سالش بود با آقای سربندی آشنا میشه که از طریق اینکه به عنوان چونیشون طراح دکوراسیون داخلی بودن و آقای سربندی ازشون خواسته بودن که بیان یک مطب قدیمی دارن و ببینن که مطبشون رو طراحی کنن، که متاسفانه ایشون بر اساس حالا یه سری نقشه های شومی داشتن برای این دختر جوان و وقتی ریحانه رو میبرن به اون مطب که یک ساختمان قدیمی بودن و ریحانه متوجه میشه که ایشون تصمیمات و نقشه های شومی دارن، در مقابله که این آقا خواسته به این دختر جوان تجاوز کنه و ایشون از خودش دفاع میکنه که منجر میشه به قتل آقای، منجر به مرگ آقای سربندی میشه. خب کاری که ریحانه کرد مثل همه دختر رو، وقتی که یکی بخواد به آدم تجاوز کنه در از خودش دفاع میکنه. ریحانه مثل بقیه دختر و مثل بقیه انسان ها به خاطر اینکه خواسته از خودش دفاع بکنه که منجر شد به این مسئله. و در رابطه با همین اعدام ریحانه، خب ریحانه اومد علنیش کرد و کمپین بزرگی در خارج از ایران براش برگزار شد. آدم های مختلفی اومدن برای ایشون نام نگاری کردن و یک توماری امضا شد که خانم مینا احدی، ایشون اولین کسی بودن که در رابطه با کیس ریحانه جباری کار کردن و خیلی هم تلاش کردن و این نامه فرستاده شد برای باکیمون و احمد شهید و خانم کاترین آشتون و حتی که سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر هم اومدن از جمهوری اسلامی خواستن که جلوی حکم اعدام ریحانه رو بگیرن، متوقف کنن. اما خب متاسفانه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه همیشه میخواد اون سیاست‌هایی که همیشه دنبال کرده و همچنان داره ادامه میده و متاسفانه اومدن جلوی این همه کمپین با این همه اعتراضات با این همه نامنگاری، اما ریحانه رو به طناب دار سپردن در تاریخ 27 اکتبر یا که مصادف هستش با 3 آبان
سال 1393 که مصادف است با 2014 متاسفانه ریحانه رو به طناب دار سپردن. بله، ببینید سوال بعدی من در رابطه با این موضوع هستش که خب ببینید این تنها ریحانه نبود، خیلی کسایی، خیلی زنان و دختران دیگه بودن به دلایل مختلفی، بالاخره از جمله مسئله در واقع تجاوزاتی که به هر حال توی ایران میشه، اونا جونشون رو به هر کدوم به شکلی از دست دادن و یکی از اونا هم خب همین خانم بوده، ریحانه جباری. ببینید پرونده رو وقتی که ما نگاه میکنیم در واقع از اون اولش اینطوری میبینیم که این پرونده عادی میتونه باشه در واقع در شروعش، ولی بعد بر طبق اون اعتراضاتی که شده، کمپینی که پیش اومده، اینا خیلی اتفاق و خیلی مسئله بازتر شده، یعنی در واقع جهانی تر شده. البته خب به گفته خود شما که خود ریحانه هم سهم اولی نفری بود که در واقع تو این قضیه سهم بودش. من سوال نهاییم اینه که چطور شدش که این پرونده از اون شکل عادی در واقع شکل سیاسی گرفت و در واقع چه مواردی و چه چیزهایی در اون پرونده میتونست وجود داشته باشه که در واقع جمهوری اسلامی رو به چالش کشونده و از این که در واقع خب خیلی افشاگری در رابطه با این موضوع شده؟ این رو من فهمی کردم، اگه ممکنه توضیح بدید. ببینین خود سربندی، آقای سربندی، ایشون از کارمندان سابق وزارت اطلاعات بودن، یعنی میشه که مثلا مقتول به اصطلاحی که جمهوری اسلامی میگه، ایشون از خود رژیم بوده. و من از لحاظ اگه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله، به این پرونده ریحانه، خب پرونده ریحانه از همون ابتدا ایشون وقتی دستگیر شدن 7 سال از عمر ریحانه در زندان بود. خب زمانی که ریحانه خب تحت شکنجه، آزار و اذیت قرار گرفت و تحت فشار شاید اقرار کرد، این خب خیلی هستن که وقتی که دستگیر میشن تحت شکنجه ها و در سن پایین هم هستن، ممکنه یک آن بخوان به چیزهایی رو اقرار کنن که بعدها باعث مرگ اینا میشه. حالا ریحانه پروندهش به خاطر اینکه آقای سربندی از وزارت، کارمندان وزارت سابق وزارت اطلاعات بوده و از خود رژیم بوده، یک این پرونده از همون ابتدا حالت سیاسی داشته. ممکنه به خاطر که ایشون از خود رژیم بوده و ممکنه یک سری مسائل اتفاقات بین خودشون بوده، حالا ریحانه این وسط شده بازیچه و ریحانه این مرگ اومدن گفتن که آره ریحانه باعث قتل این آقا شده، یعنی که ریحانه رو قاتل جلوه دادن. ریحانه وقتی که دید که آره تصمیم گرفتن و حکم اعدامش قطعی شده، ریحانه کاری که کرد در این مدت، اومد که علنی کرد. ریحانه اومد سیستم قضایی جمهوری اسلامی رو به چالش کشید که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی واقعا فساد حاکم هستش، یعنی هیچ سیستم قضایی درستی نیستش. تو اون سیستم قدرت اجرایی با کسی که خب توان قدرت داره، یعنی که ریحانه اینجا قربانی شد به عنوان یک دختری که واقعا که فقط ریحانه اومد از وجود خودش مثل همه انسان ها از خودش دفاع کرد، اما ریحانه اومد، ریحانه رو محکوم کردن به چی؟ به اعدام. و این دومی که خب در ریحانه در طول این مدت ما شاهد این بودیم که خیلی دلنوشته ها رو با قلمش، با قلم تیزش و انتقاد کرد از شکنجه هایی که در این مدت 7 سال متعمل شده بود و همچنین اومد از وضعیت زنانی که همبندیش بودن در زندان، اسم زندانش متاسفانه یادم رفت، در شهر ری، ببخشید، در زندان شهر ری بودن، اونجا اومد خیلی چیزها رو به چالش کشید که سیستم جمهوری اسلامی یک سیستم ضد زن، سیستم قضایی جمهوری اسلامی فاسد هستش. و اینکه این دختر چیزی که جمهوری اسلامی رو اومد علناً به چالش کشید و به دنیای بیرون اومد نشون داد، یعنی که ریحانه یک جسارتی به خرج داد که، و واسه همونه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی به خاطر این جسارتی که این دختر داشت
اومد علنی کرد خیلی از مسائل و اومد چیکار که با این همه فشاری که اومد از طرف جوامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری، جمهوری اسلامی اومد ریحانه رو اعدام کرد و گفتش که آره ریحانه به خاطر چی بوده؟ به خاطر که قصاص، یعنی گفت من قدرت اجرایی ندارم، به خاطر همون که خب ما میدونیم که در جمهوری اسلامی قانون اساسی کشور میگن بر اساس قانون اسلامی، خب در اسلام هم میگن کسی هم بکشه باید قصاص بده. اومد یه جوری به خاطر اون قوانین ارتجایی که حاکم هستش در کشور اومد گفتش که قتل، یعنی که حکم اعدام ریحانه جباری، من اونقدر نمیتونی مثلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی نمیتونه تاثیرگذار باشه، اومد یک جوری رفت داد به همون قصاص. در واقع ببینید جمهوری اسلامی به خاطر اینکه سیستم قضاییش فاسده، به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی زن ستیز هستش، رو پرونده ریحانه جباری ما اینو دیدیم و دنیا شاهد این بود که جمهوری اسلامی، یعنی ریحانه جباری، اومد یک چهره واقعی و درستی از جمهوری اسلامی به دنیا نشون داد و این جسارت رو به خرج داد. ریحانه نمیخواست به عنوان یک قربانی باشه. ریحانه واقعا وقتی که الان جایگاهی که ریحانه در ذهنها در قلب میلیون ها انسان گذاشت، به عنوان یک دختر شجاعی بود که اومد از حق انسانی خودش دفاع کرد. ریحانه تا لحظه های آخرم اومد از انسانیت دفاع کرد، از زن بودنش دفاع کرد و صدای میلیون ها زن ایرانی شد. ببینید مثل ریحانه ها زیاد هستند در جمهوری اسلامی، در زندان های جمهوری اسلامی، اما متاسفانه یک سری از خانواده ها یا خود اون فرد که قربانی هستش حاضر نمیشن که بیان از جوامع بین المللی کمک بخوان و صداشون رو بدن بیرون. اما ریحانه و مادرشون شعله پاکروان واقعا در این مدتی که دختر ایشون در زندان بود و میخواستن حکم اعدامش اجرا بکنن خیلی تلاش کرد و درسته شاید ریحانه اعدام شد، اما اعدام ریحانه باعث شد که چهره واقعی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا، برای نهادها و سازمان حقوق بین المللی بیشتر نمایان شد که جمهوری اسلامی فقط سیاست‌های خودش رو قبول داره، یعنی که جوامع بین الملل اگر بخوان روی کیس‌های مثل ریحانه جباری اگر بخوان مثلا مثالم بزنیم، متاسفانه هیچ تأثیری نداره، همون فکر همون تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفته رو ادامه میده. و من میخواستم در رابطه با مسئله ریحانه بگم که ریحانه شد سمبل یک ایستادگی، مقاومت. ما میتونیم پیامی که ریحانه به ما و به خیلی های دیگه داد این که ریحانه در حالی که میدونست اعدام میشه اما امید داشت، امید به زندگی، یعنی که میخواست اینو بگه که ما در هر شرایطی که هستیم باید در مقابل ظلم و ستم ایستادگی بکنیم، کم نیاریم، مقاومت بکنیم. و ریحانه با این کاری که کرد، صداش رو داد بیرون، دلنوشته‌هاش رو داد بیرون، اینو از ما خواست که مردم الان کسایی که صدای منو میشنوین، ریحانه یک دختر 26 ساله بود و تا لحظه آخر مقاومت کرد و حتی زمانی که میخواستن ریحانه رو اعدام کنن که خانواده سربندی گفتن تو بیا شهامت دروغ بده، اما ریحانه قبول نکرد. ریحانه ایستاد به خاطر انسانیت، به خاطر شرافت انسانی، به خاطر عقیدش. خیلی از زندانی ها در داخل زندان، در زندان جمهوری اسلامی، نمیگن به سیاست جمهوری اسلامی، مثل آقای شارخ زمانی. خب شارخ زمانی هم درسته میگن اعدام در رابطه با زندانی سیاسی برداشته شده، اما اعدام خاموش. زندانی سیاسی در داخل زندان نه مرخصی داره، حالا اگه مشکلی جسمی داره از دارو درمان همه اینا محروم هستش، یعنی یک جوری میان زندانی رو خلع میکنن، زندانی رو تخریبش میکنن، زندانی همه جور تحت فشار قرار میدن، اما
زندانی وایستاد برای عقیدش، ریحانه هم وایستاد مثل شاهرخ زمانی، و خیلی ما الان زندانی داریم که زندانی سیاسی هستن که در زندان جلوی سیاست های جمهوری اسلامی وایستن. ریحانه با این کارش نشون داد که باید مبارزه کرد، باید مبارزه بکنیم با سیاست جمهوری اسلامی. ریحانه نخواست قربانی باشه، ریحانه به عنوان یک قهرمان رفت پای چوبه دار، و امروز ریحانه قهرمان هستش و در دل و ذهن ها و قلب میلیون ها انسان ریحانه جاودانه شده. و من اینو میخوام به مردم ایران بگم، کسایی که تصویر و صدای منو دارن، 3 آبان برن در کنار مادر ریحانه جباری قرار بگیرن، کنار شعله پاکروان که دخترش بیگناه کشته شد فقط به خاطری که از وجود خودش در مقابل یک متجاوز جنسی دفاع کرد، به تناب دار سپرده شد. اون روز برین کنار شعله پاکروان یا در کنار مزار این دختر برید و اون روز رو تبدیل کنیم به یک اعتراض، به یک اعتراض علیه اعدام، اعدامی که جمهوری اسلامی گرفته به عنوان یک ابزار از زمانی که اومد رأس قدرت و تا به امروز سیاستاش زن ستیز، سیاستاش ضد انسانی هستش و هر روز با این اعدام داره چیکار می‌کنه، خیلی از انسان‌ها رو، جون انسان‌ها رو داره می‌گیره. اما بیاین چقدر خوبه که ما روز 27 اکتبر که مصادف است با 3 آبان رو تبدیل بکنیم به یک روز اعتراض جهانی و بزرگ علیه اعدام. اگر ما این اعدام رو از جمهوری اسلامی بگیریم، 100% جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنیم، چون جمهوری اسلامی با اعدام زاده شده. بله، و آخرین سوالم، من فکر کردم که اگر شما، چون بحث دلنوشته های ریحانه شده، اگر شما در رابطه با این موضوع صحبتی دارین خوشحال میشم که بفرمایید، و یا اینکه نهایتا بشه مثلا پیام خودتون رو در رابطه با این روز و این موضوع بدید، و نهایتا من فکر میکنم یه چیزی حدود 5 یا 6 دقیقه هم وقت هستش. ممنون میشم. من یک دلنوشته اول از ریحانه آخر سر میخونم. من فقط میخواستم در رابطه با همین حکم اعدام ریحانه، ببینین ریحانه اعدام شد اما ریحانه علنی شد و الانم زنده است، ریحانه هنوز زنده است. در رابطه با مرگ اعدام خانم فاطمه سالبهی هم من میخواستم اینجا بگم، ایشون واقعا دختر 16 ساله بودن که مرتکب قتل شدن، همسرشون رو کشتن و ایشون وقتی که دستگیر شد 16 سالش بود. جمهوری اسلامی در حالی که خودش اومده این کنوانسیون در سال 1373 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، یعنی که و متعهد شده به رعایت مواد این کنوانسیون، و البته هنگام امضای کنوانسیون ببین جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفته این حق را برای خود محفوظ می‌دارم که هر ماده این کنوانسیون که با حقوق اسلامی و قانون بین المللی جاری ناسازگار باشه من اجرا نمی‌کنم. این جمهوری اسلامی وقتی هم که داشته این تعهدم امضا می‌کرده، ببین دوباره برای خودش پرانتز باز کرده. در ماده نخست کنوانسیون حقوق کودک میگه کودک یا هر فردی که زیر 18 سال تعریف کرده است، و بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد رو در مورد افراد زیر 18 سال به کشورهای عضو نداده است، و از سوی دیگر ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو در سال 1354 تصویب کرده است. ماده 6 این میثاق بین المللی میگوید حکم مرگ نباید برای جرائمی صادر شود که افراد زیر 18 سال مرتکب شدند. ببینید خود جمهوری اسلامی اومده این کنوانسیون رو اینو امضاش کرده، اما میاد افرادی که مرتکب مثلا حالا قتل و حالا به هر دلیل مرتکب این جور جرائم میشن، اینایی که زیر سنن نگهداری میدن تا برسن به سن قانونی، دوباره به خاطری که میگن قصاص، به خاطر همون سنت ها قوانین ارتجایی اسلامی حاکم بر کشور میان اعدام. و فاطمه سالبهی اعدام شد در تاریخ 5 اکتبر، و اینکه ایشون حتی در فوریه 2011 سازمان عفو بین الملل در رابطه با حکم اعدام قریب الوقوع خانم سالبهی هم هشدار داده بود و خواستار توقف حکم اعدام خانم سالبهی هم شده بود. من میخواستم یه جوری بگم که آره ببین ریحانه درسته حالا اعدام شد، اما اومد خیلی چیزا رو علنی کرد. کسایی که صدای منو میشنوین، نذارید
صداها خاموش نباشه، خواهشن صداها رو بدیم بیرون، از وضعیت زندان بگین، از وضعیت زنان زندانی که در اون زندان در اون بند هستن، وگر چقدر شرایط زندانیان زن اونجا میگن اسفناک بوده، که خود ریحانم بارها تو دلنوشتاش گفته، میگم که حتما صداهاتون رو بدیم بیرون تا دنیا بدونن که در داخل ایران در زندانهاش چه خبر هستش. و من اینکه میخواستم یک دلنوشته از ریحانه بخونم، نوشته: من ریحانه جباری 26 سال دارم، با تناب دار جلوی چشم که از آن باک ندارم. اگر اینها را مینویسم برای بازگو کردن واقعی است که در من رفت بی کم و کاست. میخواهم هرچه در دادگاه گفتم و نفهمیدن، هرچه زیر ضربات بیرحمانه لگد 4 بازجوی زورگو که خود را خدا می دانستن فریاد زدم و نشنیده و شنیده نشد، بگویم شاید گوشی در این جهان باشد که فریادم را بشنود و بفهمن چه بر من رفت. می خواهم آدم ها بدانن و بعد هر قضاوتی خواستن بکنن. می خواهم بشنون و بعد اگر خواستن تناب را محکمتر بر گلویم ببندن. من میخواهم بدانم در سن 19 سالگی چه بر من رفت که اکنون از مرگ نمیترسم. میخواهم بگویم تا بدانن چگونه فریادم در گلو خفه شد، چگونه اتفاقی که باعث شد نام قاتل بر پیشانیم بخورد. در 1000 لایه از دسیسه پیچیده شد تا حکمی برایم رقم بخورد که عادلانش نمیدانم. من ریحانه جباری، دختر 26 ساله‌ای که اکنون در زندان گور مانند شهر ری منتظر پایان زندگیم هستم. اینو خوندم به خاطر اینکه خب دلنوشته‌های ریحانه واقعا خیلی قلمش تند و تیز بود و خیلی سیاست‌های جمهوری اسلامی رو به چالش کشید. من به عنوان یک زن ایرانی، کسی که صدای من رو میشنوند، بیایم ریحانه‌ها زیادن در زندان‌های جمهوری اسلامی، ریحانه‌ها زیاد هستن و در خود و کشور ایران ریحانه‌ها زیاد هستن، اما بیایم درسی که از ریحانه من گرفتم، از جسارت ریحانه گرفتم، که بیستیم در مقابل ظلم و ستم و نبگیم به اعدام و با انسانیت. ریحانه با انسانیت بود، ریحانه از حقوق و شرافت انسانی خودش و از شرافت حقوق انسانی صدها زن ایرانی، میلیون ها زن ایرانی دفاع کرد. و در رابطه با همین سالروز ریحانه که 27 اکتبر هستش، مصادف با 3 آبان، کمیته بین الملل علیه اعدام در استکهلم یک پنلی برگزار میکنه برای مراسم، برای گرامی داشته این دختر شجاع ایرانی. من خواهش دارم کسایی که صدای منو میشنون حتما بیان شرکت بکنن. روز جمعه 23 اکتبر ساعت 7 تا 9 شب در ساختمان سنسوس در مدبوریا پلاتسن و همچنین در ترونتو کانادا هم یک مراسمی برای بزرگداشت یاد و یاد ریحانه در اونجا برگزار میشه و بیاین که شرکت بکنیم اون روز، در کنار مادر ریحانه جباری قرار بگیریم، به خاطر اینکه الان چیزی که ریحانه، پرونده ریحانه، ریحانه امید داشت، امید به زندگی کردن. و حتی زمانی هم که در یکی از دلنوشته‌هاش گفت بود که میخواد که اعضای بدنش هم تقدیم کنه. ببین چقدر این دختر شجاع بوده و چقدر انسانیت، یعنی پر بود از امید و با انسانیت، یعنی که ایشون به عنوان یک قهرمان رفت به سمت چوبه دار، نه به عنوان یک قربانی. خیلی الان زنها در داخل ایران قربانی سیاست‌های زن ستیز جمهوری اسلامی هستند، اما ریحانه اومد به همه اینا گفت نه، گفت به جمهوری اسلامی. به خاطر همین جمهوری اسلامی با اینکه دید این همه کمپین، این همه نهادها و سازمان‌های حقوق بشری اومدن برای این دختر، از این دختر حمایت کردن، بازم اومد چیکار کرد؟ اعدامش کرد. به خاطر اینکه ریحانه ها زیاد هستند و جمهوری اسلامی بدونه به زودی سرنگون خواهد شد. فقط کافیه همه با هم همت کنیم و مثل ریحانه شجاع باشیم، عشق داشته باشیم به زندگی و امید داشته باشیم، که با امید و با این جسارت ها و با این شجاعت ما میتونیم در مقابل سیاست های جمهوری اسلامی بیستیم. و اینکه
بله به ایران آزاد فکر کنیم. بله خیلی ممنون، مرسی از توضیحات خیلی خوب و روشنتون و روز خوشی براتون آرزو میکنم. من تشکر میکنم از شما خانم ایلکای عزیز، خدا نگهدار. بله بینندگان عزیز، ما زهرا لطفی رو داشتیم از همکاران کمیته ما در رابطه با وضعیت کلان پرونده ریحانه جباری که در 3 آبان 1393 اعدام شدن که برابر با 27 اکتبر هستش. من خواستم از همینجا اعلام بکنم، از کسانی که این برنامه رو میبینن خواهش میکنم که در روز 27 اکتبر با شعله پاکروان مادر ریحانه و با خانواده ریحانه و ریحانه ها باشید و با این اعتراضاتی که به هر حال همه جای دنیا هستش وجود داره، باید بیشتر سعی بکنیم که بتونیم در واقع جلوی اعدام را بگیریم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی خب طبیعتاً با اعدام بزرگ شده و رشد کرده، ولی ما با اعتراضاتمون جلوی این رشد رو باید بگیریم و با در واقع نشون بدیم که مردم ایران همیشه بودن و هستن توی قضیه و از اینکه زندانیان سیاسی که به هر حال در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن اونها تنها نیستن و ما بتونیم در این شرایطی که خیلی سخت هستش با اعتراضاتمون این مبارزه رو به پیش ببریم. بله مرسی دوستان عزیز، بینندگان عزیز که در این برنامه با ما بودید و آرزوی خوبی رو براتون دارم.